عشق تمسا نویسنده صادق هدایت راوی محسا بدیعی پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف عشق تمسا از همکار گرامی آقای بهنام باوند پور سپاسگزار هستیم که تصویر این مقاله و مقاله عشق تمساه را برای نگاه نو فرستادند. مقاله حاضر به عنوان مقدمی بر مقاله عشق تمسا حاوی اطلاعات ارزنده است. از همین روی چاپ آن را ضروری تشخیص دادیم هر دو مقاله تصویر تازه ای و از ایران زمان پهلوی اول به ویژه به خوانندگان جوان نگاه نو می دهد. هر دو مقاله اینن از روی متن موجود حروف نگاری شده. در املا، کلمات و رسم خط آنها هیچ تغییری داده نشده جز اینکه نام مطبوعات را با قلم ایرانیک زده ایم. با تشکر سردبیر اشک تمسا مقاله ای است از صادق هدایت که با امضای که در شماره نخست روزنامه رهبر ارگان مرکزی حزب توده ایران منتشر شده است این شماره در دهم بهمن سال 1321 انتشار یافته است در صفحه اول روزنامه میخوانیم که اعلان شده است اشک تمسا را در صفحه سه بخوانید نخستین بار دوستم حسین ملک بود که ضمن گفتگویی از گذشته ها گفت که صادق هدایت تنها یک مقاله در روزنامه رهبر نوشت که آن هم در شماره اول روزنامه بود و عنوان مقاله هم اشک تمساه بود مقاله را که یافتم اینجا و آنجا جستجوی کردم و از این و آن هم جویا شدم که از انتصاب این مقاله به هدایت اطمینان یابم خاطرات آرداشز اردشیر آوانسیان را که خواندم دیگر در انتصاب این مقاله به هدایت جای شکی نماند او در شرح کوشش های خود برای نشر افکار مارکسیستی در میان روشنفکران می نویسد که در سال 1321 از جمله ما یک محفل بزرگ علمی مارکسیستی نیز دایر کردیم و این موضوع را هم پنهان نمی کنیم که این کار با من بود و هدف آن هم معلوم بود اینجا یک کمی پا فراتر گذاشته بیشتر جمعآوری روشنفکران مارکسیست یا نزدیک به مارکسیست بود و در بد و امر من اصرار داشتم این جلسات در منزل صادق هدایت باشد علت هم پروازه بود من خیال می کردم که در این جلسات باید بیش از بیش عناصری مانند صادق هدایت وارد این محفل شوند و در اینجا بحث های علمی و ادبی از نظر مارکسیستی به عمل بیاید اگر ما در منزل هدایت جمع نمی شدیم مشکل بود که خود هدایت اهل جلسه و اجتماع باشد این کار را کردیم و هدایت هم آمد این محفل از همه بزرگتر بود عده زیادی در آنجا جمع می شدند و شاید این کار در سال 1321 بود کسانی را که در این جلسه جمع می شدند می توانیم اسم ببریم اینان عبارت بودند از نوشین صبری ملکی کیانوری قاسمی قریشی علی علوی و خیلی های دیگر طبیعی است من قبلا با رفقا تبری نوشین ملکی کیانوری قاسمی در این زمینه بحث و مشورت کرده به این تصمیم رسیدیم با صادق هدایت هم صحبت کردم او رضایت خود را داد ولی کم حرف میزد آدم نمیدانست افکار درونی او چه بود خود من مدت در این جلسات شرکت می کردم و مسائل علمی و هنری در آن بحث می شد. یادم هست روزی متقی ترجمه خود را مطرح کرده بود. او مسائل لنینیسم استالین را ترجمه می کرد. در هر صورت تا آنجایی که من اطلاع دارم هدف تشکیل این محفل ها بود که من نوشتم و اینطور هم عملی می شد. در این جلسات ابدا مسائل سازمانی حزب توده مطرح نمی شد. با این همه آرداشز چند سطری دورتر می نویسد که در اثر بالا گرفتن اختلافات میان عناصر سابقه دار با ایمان ولی کم سواد و کم فعال و عناصر تازه با سوادتر و فعالتر در حزب این اختلافات به همین محفل کشیده شد و من در سهران نبودم و وقتی آمدم وضع را دگرگون دیدم خلاصه کلام این محفل علمی کم کم نیز محفل بحث در امور جاری حزبی شد و در آن بیشتر درباره مسائل ایدئولوژیک و سازمان بحث می شد و مسائلی که در این محفل مطرح می شد عبارت بود از راست روی در رهبری مسائل همکاری با مصطفى فاتح شرکت در دولت و اینکه در سازمان حزب ما اپورتونیزم فرماست الا آخر آردوشز در بخش دیگری از کتاب ضمن بحث از روابط خود با صادق هدایت می نویسد نقشه من آن بود که صادق را به یک نحوی وارد جریان خودمان بکنم من از او پرسیدم آیا می شود در اتاق شما از این نوع جلسات علمی را دعوت کنیم؟ او رضایت داد شاید هم در رو در بایستی گیر کرد و رد نکرد هدف من آن بود که او اجبارا در این جلسات شرکت کند یادم هست چندین بار از او خواهش کردم که مقاله‌ای برای مردم بدهد مقاله‌ای داد تحت عنوان عشق تمسا هر وقت گفتم مقاله بده میپرسید شما چاپ خواهید کرد؟ اردشیر در بازگویی خاطرات خود تنها در ذکر نام روزنامه نیست که اشتباهی کرده است و به جای رهبر از مردم سخن میگوید. بلکه درباره آن جلسات هم سخنش نیاز به تکمیل و تدقیق دارد نخست باید یادآور شد که انور خامعی نیز که خود از فعالان اصلاح طلبان و از نخستین ایشان است به تاکید از نقش مهم و مرکزی آرداشز در ایجاد و تکوین این فعالیت یاد می و یا اینکه می نویسد که درست خاطرم نیست که چه کسی مبتکر این فکر بود اما می که شکی نیست که محور اصلی فعالیت و نقطه اتکای همه ما آرداشز بود دیگر اینکه از این کلام آرداشز که می گوید در تهران نبودم و وقتی آمدم وضع را دگرگون دیدم چنین مستفاد می شود که پس از چندی دیگر نمی توانست است همواره و به صورت مرتب در جلسات شرکت داشته باشد او خود می نویسد که در آن ایام من یک پا در تبریز و پای دیگر در تهران داشتم در واقع در آن زمان آردشز برای سازماندهی حزبی و سندیکایی به آذربایجان می رود. و از جمله در اردیبهشت سال 1322 میتینگی به مناسبت اول ماه مه در تبریز برگزار می کند. در همین سال است که عمر مجلس سیزدهم به پایان می رسد. اول آزر ماه 1322 و دوران فعالیت انتخاباتی برای مجلس چهاردهم آغاز می شود. از آغاز آذر تا آغاز اسفند سراسر کشور را تب انتخابات فرا گرفته است و آرداشز هم خود داوطلب نمایندگی ارامنه شمال است و هم از سوی حزب توده مأمور سازماندهی و اداره فعالیت های تبلیغاتی کاندیداهای حزب توده در آذربایجان بود او که این ماه ها را بیشتر در آذربایجان می گذراند. در این انتخابات از سوی ارامنه شمال به نمایندگی انتخاب می شود و پس از افتتاح مجلس چهاردهم شانزدهم اسفند سال 1322 نیز همراه دیگر وکیلان عضو حزب توده در فعالیت های مجلس شرکت فعال دارد بنابراین در این ماهای سال 1322 آرداشز بیشتر در تهران نبوده است و در نتیجه در این جلسات هم نمیتوانست حضور پیوسته داشته باشد تا از آنچه میگذرد به دقت آگاهی داشته باشد و از همین روست که در بازگشت به تهران از مشاهده دگرگونی جو و فضای حاکم بر جلسات اصلاح طلبان شگفت زده می شود اما آن جلسات که به اصطلاح خلیل ملکی در اتاق صادق هدایت برگزار می شود در واقع جلساتی است که گروهی از روشنفکران و صاحب نظران حزب توده تشکیل میدادند که با سیاست های رهبری حزب مخالف بودند و بیشتر حزبی با گرایش های آشکار چپ و چه بسا کمونیستی را پاسخگوی نیازهای جامعه می دانستند. اینان گرد هم می آمدند تا ای بیاندیشند و حزب را از نفوذ سیاست بازان و قدرت طلبان و نوکر صفتان رهایی بخشند گذشته از ملکی که از این جلسات می نویسد انور خامه نیز به تفصیلی بیشتر از فعالیت های اصلاح طلبان صحبت می کند. او می نویسد که در اواخر پاییز سال 1322 تصمیم گرفتیم شکل سازمانی منظمی به فعالیت اصلاح طلبانه بدهیم. نخستین کسانی هم که گرد هم آمدند اینها بودند. آردشز، نوشین، تبری، متقی، غریشی، کیانوری قاسمی و من جلسه خود را نیز برای آنکه موجب سوء زن رهبران حزب نشود در منزل صادق هدایت تشکیل میدادیم خود هدایت نیز همیشه در این جلسات حضور داشت او باطنا علاقهمند به موفقیت ما و اصلاح حزب بود چون امید دیگری برای اصلاح کشور جزئی نداشت اما هیچ وقت در بحث ها شرکت نمی کرد و مانند مجسمه ای فقط ناظر دیگران بود می خواست نشان دهد که فقط میزبان ماست و هیچ گونه تعهدی جزئی ندارد اصلاح طلبان در نخستین کنگره ی حزب توده ی ایران که در دهم مرداد سال 1323 آغاز می شود حضور و نفوذ و نقش تعیین کننده ای دارند و کنگره ایشان را به بسیاری از مقامات پرمسئولیت برمیگزیند به نوشته خامه ای پس از کنگره فعالیت اصلاح طلبان ادامه و گسترش یافت اما آن تمرکز سازمانی پیش از کنگره را نداشت جلسات خانه صادق هدایت به تدریج تعطیل شد پس اگر می نویسیم که نیمه دوم سال 1323 پایان جلسات خانه هدایت است از واقعیت نباید چندان دور مانده باشیم انور خامی که در اواخر سال 1320 با هدایت آشنا می شود نیز از شرکت کنندگان در آن جلسات اصلاح طلبان حزب توده است خامی می نویسد حدود یک سال ما هفته یک شب در خانه صادق هدایت جلسه داشتیم و او گرچه در بحث های ما شرکت نمی کرد ولی میزبانی ما را بر عهده داشت خانه او در خیابان منوچهری یا کوشک بود درست به خاطرم نیست به هر حال در همان حوالی بود ما در اتاق کار او جمع می شدیم. اتاقی بود سه متر در چهار متر با پنجری به سوی خیابان یک طرف آن میز تحریر کوچکی بود با یک یا دو صندلی و یک قفسه کتاب. طرف دیگر دو نیمکت به صورت کاناپه گذاشته شده بود و ما روی این نیمکت ها می نشستیم و صحبت می کردیم. این اتاق بسیار ساده و تقریبا فاقد هر گونه اشیای تزئینی بود. از اتاقهای دیگر خانه هدایت و اینکه آیا اصلا اتاق دیگری داشت یا نه اطلاعی ندارم. اما روزنامه مردم روزنامه ای است که در یازده بهمن سال 1320 آغاز به انتشار کرده است و شماره دوم آن در روز دوشنبه 13 بهمن سال 1320 منتشر شده است روزنامه ده ماهی عمر می کند تا 17 آزر 1321 در این روز مردم تهران به اعتراض علیه گرانی و قحطی برخواستند و به مجلس شورای ملی ریختند به نمایندگان حمله بردند و کاخ بهارستان را غارت کردند و در خیابانها هم به غارت مغازه ها و دکان ها پرداختند دولت با توسل به نیروی نظامی بلوا را خاموش کرد به دستور احمد قوام نخست وزیر همه روزنامه ها و هفته نامه ها توقیف شدند چند زمانی این توقیف دست جمعی به طول انجامید و وقتی هم که از همه روزنامه ها رفع توقیف می شود روزنامه مردم دیگر نتوانست منتشر شود چرا که در این فاصله صاحب امتیاز آن سفر نوعی درگذشته بود سفر نویم یک کارگر قدیمی بود و از زندان مرخص شده بود و بی پول و وضع خیلی بدی داشت امتیاز را به نام او میگیرند. قرار شد ماهی صد تومان به او حقوق بدهند که زندگیش هم تأمین شود این رفیق را روستا و اردشیر معرفی کردند و او آدم واقعا با شرفی بود اهل آذربایجان بود خیلی معتقد و بسیار ساده بود پس از مرگ سفر نوعی ایرج اسکندری و رفقایش قرار میگذارند که دکتر رادمنش رفته و امتیاز بگیرد وزارت فرهنگ استدلال می کند که نمی تواند امتیازی با عنوان نام مردم به کسی بدهد چرا که این عنوان به سفر نوعی تعلق دارد از همین رو رادمنش مجبور شد اسم روزنامه را نامه مردم بگذارد و همین روزنامه است که از دیماه سال 1325 به عنوان روزنامه ارگان حزب توده ایران منتشر می شود روزنامه مردم سفر نوی شایسته آن است که موضوع تکنگاری دقیق و جامعی قرار گیرد که این کار را به فرصت دیگر می گذاریم. عشق تمسا نشانه ای از میزان همکاری صادق هدایت با حزب توده ایران در آن ایام نخستین تاسیس و فعالیت این حزب است در آن زمان تشکیل و فعالیت حزب توده امیدهای فراوانی در میان روشنفکران برانگیخته بود و از جمله ایشان بسیار بودند کسانی که یا به عضویت این حزب درآمده بودند و یا به همراهی و همگامی با آن پرداخته بودند و هدایت از این جمله بود اهمیت دیگر اشک تمسا در این است که از احساسات ناسیونالیستی صادق هدایت روایت دیگری به دست می دهد. اوست که اینجا می نویسد ما هیچ تافته جدا بافته ای نیستیم و ملتی هستیم مثل همه ملت های دیگر جهان و بعد هم در صحنه امروز جهان داشتم داشتم حساب نیست دارم دارم حساب است باید دید امروز چه داریم و چه می خواهیم بکنیم نقد اصر طلایی رضاشاهی از مزامین اصلی نوشته های هدایت در این سال هاست حاجی آقا و توپ مرواری و این و آن قضیه ولنگاری بر حلوش تصویر آمیز تندی از رفتار و گفتار حاکمان و گردانندگان آن عصر تدوین یافته است و بر نقش تحمیلی و تختیری مزامین فرهنگی در گفتار سیاسی آن سالها تکیه می کند. تجدید چاپ عشق تمساه را باید با چند توضیح دیگر همراه کرد. نخست اینکه در این متن هدایت ایران رضاشاهی را به جزیره دکتر مورو تشبیه می کند و این عنوان یکی از رمان‌های نویسنده ای انگلیسی هربرت جورج ولز است که در سال 1896 انتشار یافته است. دکتر مورو جراحی چیره دست است و به یاری دستیارش در جزیره نام مسکن از جزایر دورافتاده اقیانوس آرام سکنا گزیده است و در این جزیره با جراحی برای مغز و بدن حیوانات وحشی و درنده اینان را به شکل انسانی در میورد و به ایشان قدرت فهم و درکی میبخشد تا به تکلم کلماتی چند قادر شوند این حیوانات انسان نما کورکورانه از دکتر مرو اطاعت دارند و شب و روز به خواندن دعا و ورد در ستایش او مشغولند داستان این مدینه فاضله از آنجا آغاز می شود که تنها بازمانده از سرنشینان کشتی غرق شده ای از بعد حادثه به این جزیره میرسد و با دکتر مرو و دستیار او و آفریدگان او آشنا می شود. توضیح دیگر اینکه کاملیون نام یکی از حیوانات خزنده از انواع سوسمار است که به فارسی هربا نامیده می شود و از آنجا که کاملیون می تواند رنگ پوست خود را با رنگ محیط اطراف مطابقت دهد و هم رنگ محیط شود در زبان فرانسه این کلمه را به معنای ابن الوقت و بوغلمون صفت نیز به کار میبرند که همین معنی هم در اینجا مراد هدایت است توضیح آخر اینکه آن شماره از روزنامه رهبر که ما این مقاله را از روی آن باز نویسی کردیم کهنه و پاره و فرسوده است یک کلمه ناخانا بود و گوشه صفحه هم پاره شده بود و یکی دو کلمه از دو جمله را با خود برده بود کوشش این نگارنده برای دستیابی به نسخه دیگری از روزنامه رهبر در کتاب خانه های خارج از کشور نیز موفقیت آمیز نبود و به همین علت یکی دو افتادگی است که در متن به چشم می خورد. شاید هم این نقصان از مشیت الهی باشد تا مسائلی هم لاین بماند برای دیگران از پژوهندگان و خاصه آیندگان ایشان که بنی آدم اعضای یکدیگرند و حتی که جان دارد و جان شیرین خوش است تمت به نام آنکه او نامی ندارد به هر نامی که خانی سر برارد ناصر پاک دامن اشک تمسا در موقعی که ناموس فلک برباد رفته و بیشتر کشورهای دنیا یک پارچه آهن و آتش و خون شده است شهرها تبدیل به خاکستر میشد و هنرمندان و دانشمندان مثل برگ خزان به زمین می ریزند و حیولای فقر و گرسنگی و ناخوشی روی سر مردم سایه افکنده عوض اینکه معایب گذشته را گوش زد بنماییم تا تکرار نشود به اصلاح داخله خودمان بپردازیم و اقدامات جدی برای نجات مردم بکنیم از هر گوشه و کنار یک دست می هم پرست فداکار و ناجیان دلسوخته قیام کرده دائما اشاره به حیثیت افتخارات و عظمت ایران باستان می نمایند و استعداد نژادی ما را می ستایند و قلم فرسایی ها می کنند زبان می گیرند و نوه سرایی می نمایند فکر نان بکنیم که خربوزه آب است از این تبلیغات در سالن پرورش افکار هم میکردند و بالاخره سال گذشته به معنی تسلیس معروف خدا و شاه و میهن پی بردیم هنوز هم دست بردار نیستند اما سوراخ دعا را گم کردیم چون حس نمی کنیم که دنیا عوض شده و بعد از این جنگ تغییرات بیشتری خواهد کرد و فقط مللی حق حیات خواهند داشت که جانبازی کرده و فداکاری به خرج دادند و به منافع خود هوشیار می باشند. افتخار به عظمت باستانی تا آن حد مفید است که موجب تشویق و پیشرفت مادی و معنوی یک ملت در نبرد آینده او بشود نه اینکه او را خود پسند و متعصب بار بیاورد و نه اینکه بخواهند با این نوع سرایی ها او را به خواب غفلت ببرند و در فلاکت خود محکوم بکنند کسی منکر ملیت زبان و افتخارات گذشته ای ایران نمی باشد تا همان اندازه که نسبت به زمان و مکان در مسیر تاریخی مقامی برای خود احراز کردیم اما تکرار ملت شش هزار ساله و ذکر نام سیروس داریوش و سلطان محمود و شاه عباس برای مردم نان و آب نمی شود و ارق وطن پرستی کسی را نمی جنباند و یک قدم هم ما را جلو نمی برد البته ملت ایران در دوره تاریخ وظیفه مهمی را در مقابل تاخت و تازه یونان و روم عرب و مغول، انجام داده و نهزت ها و مقاومت هایی از خود نشان داده است ولی چرا عواملی که منتج به این تحولات شده را در نظر نمی گیرند؟ یا اقلا نمی گویند که پیشوایان دلسوزتر و زمامداران سالمتر و کاردانتر و ملت بیدارتری داشته است که از حقوق خود دفاع می و به خصوص پشت هم اندازی هایی مثل امروز به سرش سوار نبودند خوب بود که صفحه را عوض می کردند مگر ملت های دیگر خلق و وجود آمدند و بزرگانی نداشتند و جهانگوشایی هایی نکردند؟ یا مردمان هندوستان، چین، آشور و مصر نمیتوانستند چنین ادعاهایی داشته باشند؟ آیا می توانیم مدعی بشویم که در علم و هنر و فلسفه ما چشم و چراغ دنیاییم و هند و چین و یونان از ما پست تر بودند؟ باید تصدیق کرد روزی که هوش و غریه را قسمت می کردند همه اش را به ایرانیان نبخشیدند. فردوسی و مولوی و حافظ و خیام البته نام بزرگی در ادبیات بین المللی دارند اما اگر تنها دلمان را خوش بکنیم که این شعرا خاتم ادبیات می باشند بسیار ابلهانه است آیا انگلیس با شکسپیر و آلمان با گوته و روسیه با پوشکین در ادبیاتشان را تخته کردند و دست روی دستشان گذاشتند و نشستند یا صدها نابغه دیگر در دنیای علم و ادب به وجود آوردند ملتی که سر دوراهه گیر کرد و در جهل مرکب ماند یا باید در جا بزند و یا به قهقرا برگردد از همین نادانی و خودپسندی ما نتیجه شده که از میلیون آثار علمی و ادبی دنیا به کلی بی خبریم و به زبان فارسی ترجمه نشده و یا اگر شده مورد اطمینان نیست. در قسمت علم و هنر به عقیده آقایان باید باور کرد مثلا سنگ قبر ملکشا مجسمه میکلانج را تحت شا میگذارد تار حسین علی سمفونی بتهون را از میدان در می کند و مسجد شیخ لطف الله قصر واتیکان را از رو می برد. یا مینیاتور رضا عباسی خط قرمز روی تمام آثار رامبراند می کشد. اگر منصفانه قضاوت بکنیم باید اقرار کنیم که متاسفانه در علم و هنر هم شق القمری نکرده ایم. علم و ادب و هنر تعصب بر نمی دارد و مال همه دنیاست. امروز ممکن نیست کشوری بتواند دور خودش دیوار چیم بکشد و از باقی دنیا مجزا بماند در هیچ زمانی ایرانی تعصب هنری و فرهنگی نداشته است در موسیقی و حجاری و معماری و نقاشی از دوره هخامنشی تا زمان صفویه از استادان بیگانه استفاده کردیم و الهام گرفتیم همانطوری که ترقیات مادی ملل دنیا را به هم نزدیک کرده در موضوع معنوی نیز مردمان دنیا ناگزیرند که همکاری کنند اگر پیه سوز را به چراغ برق ترجیح دادیم پس میتوانیم توانیم تعذیه را بر اپرا ترجیح بدهیم همونطوری که می هم و ناجیان ما راه دزدی و تجارت و کلاهبرداری را زود از اروپایی ها تقلید کردند ملت نیز محکوم به فهم علوم و ادبیات و هنرهای اروپایی است اگر آنها را نمیفهمیم تقصیر رهبران ماست ابتدا باید هنر اروپایی را فهمید و حزم کرد بعد اگر چیز قابل توجهی داشتیم عرضه بداریم تعذیه عروسی قاسم به پای اوپرای اوژن اونگین نمی رسی. زلنگ عجیب و مزهک توی رادیو تهران را با تریستان و ایزولد یا کتاب امیر ارسلان را با رمان داستایوفسکی یا رستم در حمام را با شاهکارهای گوگن نمی شود مقایسه کرد یک پرده نقاشی حالت روح و عمق صنعت را در نظر می گیرد یک مجسمه کار رودن فرانسوی تنها کپی از روی طبیعت نیست این مرد تمام هستی خود را در مجسمه اش میگذارد و به آن روح میدهد در یک قطعه موسیقی تنها آهنگ هایی نیست که به گوش مطبوع باشد بلکه هزاران نکته باریکتر از مو دارد که شنونده را از زندگی بدبخت معمولی به سرحد دنیای مجهول درخشانی می کشند. آیا مفهوم میهم پرستی آن است که محکوم هستیم از تمام لذایز معنوی دنیا چشم بپوشیم و غمز شطوری یک دسته پاچه ورمالیده ی کاسلیس و تازه به دوران رسیده را تحویل بگیریم و دورشان اسفند دود بکنیم که ظاهرا اظهار بیعتنائی به دنیا و مافی ها می کنند اما جگرشان برای پول و اتومبیل و شهوت لک زده است؟ داشتم داشتم حساب نیست دارم دارم حساب است باید دید امروز چه داریم و چه می بکنیم این فداکاران و می که به ما نصیحت می کنند و تهدل هنک بسته و زعمای قوم شدند و با چشم گریان و دل بریان ناله و ندبه به راه انداختند همانهایی هستند که در این بیست سال اخیر هرچه شلتاق بوده زدند و امتحان خودشان را هم دادند یک دسته سردمداران بیچشم و رو و قاچاقچی سینه زدند و تملق از کسی گفتند که اگر به ناپل اون تشبیهش می کردند آن ذات مقدس عقب می نشست و اوقات مبارکش تلخ می شود. اما رشادت ها و هنر های آن یل ارجمند در غل و غم اهالی کشور بی نزیر است و مثل شکارچی که در مرغدانی خود شکار بکند در قتل و غارت خود لورو کرد و بویر احمدی و غشخایی دلاوری های اغولی از خود بروز داد ولی در سر اختلاف که با سه همسایه شرقی و غربی پیدا کرد با وجود مسافرت های سیاست مداران ما برای تغییر آب و هوا به اروپا موقعیتی حاصل نشد از موجزات آن بزرگوار اینکه خون ملت را مکید و داراییش را چاپید و طلا را تبدیل به مس کرد پول نقره را نیز مبدل به کاغذ رنگین و برنج نمود از لحاظ تربیت معنوی می توان گفت که آن عالی جناب از روی کتاب جزیره دکتر مورو تعلیف ولز برداشت به این معنی که فرمول های معینی را هر روز صبح با چماغ به مردم تلقین می کردند و عصرها با شلاق همان فرمول های دوست باشید و متملق و پست باشید و متی باشید را پس می گرفتند و عملا نشان میدادند که این یگانه راه ترقی در کشور باستانی است هر کس در موقع پس دادن درس اشتباه کرد دشمن خدا و شاه و میهن قلم داد می شود و او را در یکی از اتاقهای زندان قصر پذیرایی شایان می کردند خانه یک عده مردم فقیر بیچاره را روی هم کوبیدند و کاخهای بدسلیقه به جایش بنا کردند کاغذ و مس تبدیل به آجر می شود و آسمان خراش ها از لای خاک رو به بیرون می آمد. آن بزرگوار به عصر آهن و طلا عصر آجر را در میهن عزیزش اضافه نمود تا اینکه دری به تخت خورد این نابغه بی نظیر و خدای جنگ با سلام و سلوات میهن عزیزش را ترک کرد خودش رفت ولی هوا او که دو قرط و نیمشان باقی است به جا ماندند و زمام امور در دست آنهاست برای اینکه باقی مانده رمق میهن را هم بکشند و رسوایی های شگرف دیگری برای میهن و هم میهنان عزیزشان تهیه ببینند در هیچ دوره تاریخی این سرزمین چنین دوره انحطاطی را به خود ندیده بود و هنوز دنباله دارد در صورتی که با آیدی سرشار و آرامش نسبی که وجود داشت ممکن بود حقیقتا دوره رستاخیز این ملت باشد از اعیان و اشراف و وکیل و وزیر و سران کشوری و لشکری و روحانی و حاجی آقاها و علما و دانشمندان و شعرا مثل دوالپا بر سر اهالی این کشور سوار شدند و تا توانستند جولان دادند در چاپلوسی و وقاحت و چاپیدن مردم گوی سبقت را از یکدیگر ربودند بیست سال ملت را از جریان دنیا و همسایگانش مجزا نگه داشتند و آش شل غلمکاری به مزاق یک دست قاچاخچی درست کردند. مردم از گرسنگی میمردند و مالشان چاپیده میشد و پشت میله های آهنین در زندان ها میپوسیدند گوشواره و هلنگوی بیوه زنها با کاغذ و مس خریده میشد و به خارج مسافرت میکرد کتاب و مجله سانسور میشد فرهنگ وسیله تفریح چند نفر کارچاخکن شده بود پیش آهنگی و تربیت بدنی تأسیس فرهنگستان و پرورش افکار را وسیله تقریب به پیشگاه قرار دادند امروز نیز پالانمان عوض شده اما همان قلتشنها که در هویت و ایرانیت آنها شک است برای ایران سنگ به سینه میزنند و مردم گرسنه چاپیده شده و فقیر را تبلیغ به وطن پرستی کاذب و از خود گذشتگی می و هر کس با آنها هم آواز نشود تکویرش می کنند. این کاملیون ها و آرتیست های وازده که معلوم نیست از کجا آوردند بیست سال پستی و دزدی و درویی را به مردم عملا می و اکنون میخواهند باز سر مردم افسار زده خر را برانند میخواهند با نام گذشته تاریخی مردم را مشغول و سرگرم بکنند و ضمنا خودشان را سرجمع افتخارات آتیه ملت جا بزنند ولی غافل از آنکه چند نفر قلدر و دزد آدمکش افتخار تاریخی برای ملت نیستند امروز دوری نیست که به صرف گذشته تاریخی خود ببالیم و بدون کار و جدیت حقوقی برای خودمان قائل بشویم امروزه وظیفه من جبران خسارت 20 سال گذشته و باز کردن چشم و گوش ملت و هوشیار کردن آنها به حقوق خودشان است دنیا تحولات سریعی را طی می کند ما نباید همش دلمان را خوش کنیم که روزی مالک رقاب قسمتی از دنیا بوده ایم یا فلان قصیده را فلان شاعر سروده یا فلان ساختمان از عهد دقیانوس مانده است نباید فراموش بکنیم که در دوره تاریخ همیشه پیروزمند نبودیم و چندین بار برای قرنها هستی ما برباد رفته است و اگر بخواهیم همین باقیش را نگه داریم باید جدا شروع به اقدام و کوشش به نمایی. باید خودمان را به فراخور روش و اختزای زمان در بیاوریم. چون گریه و ناله شاه حسینی و عراجیف اثری نخواهد بخشید بی خود منتظر کشف و کرامات و معجزه نشسته ایم چطور سواری دلا دلا نمی شود و به نهل و به میخ زدن هم فایده ای ندارد باید یک دنده شد در نتیجه انحطاط اخلاقی و اجتماعی 20 سال اخیر از عارف و عامی از مرد هفتاد ساله تا بچه هفت ساله همه معتقدند که انقلابات دنیا و تحولات مطابق آرزو و آمال محدود آنها انجام خواهد گرفت و معجزه هایی به نفع ما اتفاق افتاد یک دسته هوچی هم از موضوع استفاده کرده برای آنها تعبیر و تفسیرهای عجیب و غریب می نمایند. از قبیل تعبیر کاسه از آش گرمتر نبز دجالی که در برلین ظهور کرده و یا یعجوج و معجوجی که در خاور دور خود را شکسته است. کسانی که زینف هستند یا برای خودنمایی یا به علت بیعتلایی و یا چون کیسه یا نان به قدر دستهایشان پر نشده جار و جنجال راه می و در انتظار معجزه سرمان را شیره می مالند. اما در دنیایی که ملل خیلی نزدیکتر از حیث نژاد و فکر و اخلاق و اختراد به جان یکدیگر افتادند می مطمئن باشیم که برای چشم و ابروی ما جنگ نمی کنند آنقدر فداکاری ها می خسارت می بینند و قربانی ها می دهند آن ذره که به حساب نمی آید ماییم نن من غریبم هیچ فایده ای نمی بخشد بلکه کاملا به زیان ما تمام خواهد شد اگر بخواهیم در آتی حق زندگی داشته باشیم و در عقب کاروان دنیای آینده در جا نزنیم باید تقلا و کوششی کنیم و عملا ثابت نماییم که حق زندگی داریم باید بدانیم که اگر به خودمان رحم نکنیم دیگران به ما رحم نخواهند کرد اگر زمانی ایران سرزمین علم و هنر بوده امروزه از دولت سر یک دست گردن گیر محتکر و مغالط کار تبدیل به سرزمین بیزینس و پول دراری و بچاپ بچاپ شده است هیچ رابطه معنوی و فرهنگی با سایر جاهای دنیا ندارد و مردم منتر یک دسته شیاد کلاه بردار شدند ملت ایران می داند که گرگ های ما داخلی هستند از خارجی نباید متوقع بود که دایه مهربانتر از مادر باشد موقعی که همه ممالک دنیا از خواب غفلت بیدار شدند با جمله های صد غاز سرمان را شیره میمالند به امید اینکه از آب گلالود ماهی بگیرند فکلی ها و منور الفکر ها و قدیمی های همه اش به فکر خیشند دسته ای به فکر اندوختن پول و فرار به خارجه هستند تا از تنظل پول اروپا بعد از جنگ استفاده بکنند و به ایش و نوش مشغول بشوند. دسته ای هم باز به فکر اندوختن پول و خرید املاک و گرفتن تنزیل و کرای دکان و سوار شدن اتومبیل و معامله دیبای چینی به روم و لیمو امانی در قطب شمال می باشند. گروهی دیگر که باز هم راجع به گردآوری مال و منال با دو دسته سابق هم عقیده هستند. در ضمن افکار عالیتری در مغز خود میپرورانند از جمله گرفتن چند سیغه و عقدی و سخنرانی راجب به آب کر یا محلل و تقیه و آداب تهارت و به دست آوردن وچه و کشیدن کباده وزارت و وکالت و غیره حقیقت این است که امروزه ملت بی پشت و پناه و بی سرپرست است و کسی به فکر او نیست و از دو راه یکی را باید انتخاب کند یا تا جان دارد رنج ببرد و جور آقا بالا سرهایش را بکشد که بریشش بخندند و یا اینکه علی رغم عقیده ناجیان فداکارش ثابت به نماید که حق زندگی دارد